مجالس اعضای حسینی فرصت مناسبی است برای آشنایی هرچه بیشتر با آموزه های دینی، آشنایی مؤمنان با وظایف الهی خود، آگاهی از مشکلاتی که امروز مسلمانان و به ویژه شیعیان دنیا با آنها دست و پنجه نرم می کنند، کربلا شهری که این واقع عظیم در آن روی داده این روزها خود را برای برپایی این مراسم بزرگ برای گرامی آن فداکاری ها و ایثارگری ها آماده می نماید. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. تأکیدهای مکرر معصومین علیه مسلم موجب آن شده که مجالس عزاداری سرور و سالار شهیدان از زمان شهادت آن حضرت تا به امروز به صورت یک حرکت پویا و زنده طی قرون و اثار متمادی تداوم یابد هرچند دشمنان اهل بیت علیه مسلم تلاشهای گستردهای در جهت تحریف این واقعیت بزرگ تاریخی داشتن اما بدون شک همین مجالس عزاداری موجب شده تا دین خدا برای همیشه زنده بماند و مبارزه با ظلم و ستم به عنوان یکی از شعارهای حسین ابن علی علیه السلام در سراسر سر جهان تنین انداز شود. از این روی همه ساله پس از اتمام مراسم قدیر کربلا خود را برای روزهای سوگواری در ماه محرم و احیای شاعر حسینی و استقبال از زائران حضرت سید و شهده و حضرت عبل فضل عباس سلام الله علیه ما آماده می کند این روزها در پایان ماه زیحجه که منتهی به ماه محرم می شود کربلا حال هوایی خاص و وصل ناشدنی دارد و مواکب کم کم در حال برپا شدن هستند. هیئت‌های های عزاداری هم در حال تهیه مقدمات و آماده شدن برای برگزاری هرچه بهتر مراسم سوگواری سید و شهدا و یاران با وفایش می شوند. مواکب خدمی هم یکی پس از دیگری برپا می شوند تا در روزها و شبهای محرم به زائران و سوگواران حسینی به شایسته ترین شکل ممکن خدمات رسانی نمایند. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هم خود را آماده کرده تا در این ماه به بهترین نحو ممکن با ادای احترام به سرور و سالار شهیدان و عیاران گلگون کفنش پیام رسانی آن واقعی عظیم را نموده و آنگونه که شایسته نام این مجموعه است در حد توان در گسترش فرهنگ آشورا و کربلا قدمی بردارد. سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا هم چندی پیش یادآور شده بود که مواکب و دستجات و هیات ها آماده استقبال از محرم و احیای شاعر حسینی شوند. واقعی عظیم آشورا که دارای ابعاد متعددی است یکی از سوزناکترین و دردآورترین رخدادها در تاریخ بشریت است که با شهادت حضرت سید و شهده علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت و رنج و سختی های بیشمار ایشان و خانواده و اطفال آن حضرت به دست آمده است دهه اول محرم و برپایی دستجات و هیئتها و مراسم ازادری فرصتی برای ایجاد توجه و آمادگی لازم برای فراموش نشدن این مصیبت بزرگ و روز آشوره است. علی اکبری اخبار شیعه